سلام دوستای نازنین، حالتون چطوره؟ عماد شادپورم از کانال یوتیوب امشاد در خدمتتونم. امروز قراره دو تا کشور ایتالیا و آمریکا رو با هم دیگه مقایسه داشته باشیم، ببینیم که کدوم یکی از این کشورها برای مهاجرت تحصیلی گزینه بهتری برای ما ایرانی‌ها میتونن به حساب بیان. لطف کنین، خواهشاً دو سه ثانیه بیشتر زمان نمیبره براتون، یه دونه لایک بزنین اینجا برای ما که هم باعث میشه ما دلگرمتر بشیم و هم الگوی یوتیوب به این صورتی که هرچی لایک و کامنت بالاتر باشه بیشتر ساجست میکنه، بیشتر پیشنهاد میکنه و باعث میشه که ویو ویدیو بالاتر بره. تا انتهای ویدیو همراه ما باشین، کانال رو هم یادتون نره سابسکرایب کنید. اولین موردی که باید با هم دیگه در موردش صحبت کنیم و این دو تا کشور رو مقایسه کنیم هزینه های زندگی. خب قطعا هزینه های زندگی در کشور آمریکا خیلی خیلی بالاتر از کشور ایتالیاست. خب درآمد هم خیلی بالاتر، ولی برای کسی که میخواد مهاجرت کنه و از ایران با خودش برای استارت کار پول ببره، کشور آمریکا کشور گرونتری به حساب میاد. پس تیک سبز رو برای ایتالیا میزنه. شهریه دانشگاه میشه فاکتور دوم مقایسمون. خب شهریه دانشگاه آمریکا خیلی بالاتره، خیلی هزینه برتره، پس باز هم تیک سبز رو برای ایتالیا میزنیم. فاکتور سوم هزینه های گرفتن ویزا. خب قطعا هزینه های ویزا برای کشور ایتالیا خیلی کمتره، چون کشور آمریکا اصلا داخل ایران سفارت نداره و برای رفتن به سفارت و انگشت نگاری شما باید به کشورهای همسایه ایران سفر بکنید. به تبع اون هزینه بیشتری رو باید پرداخت کنیم و تیک سبز رو برای ایتالیا میزنیم. خب فاکتور چهارممون میشه بورسیه و کمک مالی، که با اینکه آمریکا خیلی بورسیه میده به دانشجوهای خودش، دانشجوهای با کیفیت خودش، ولی خب قطعا کشور ایتالیا از تمام کشورهای دنیا این قسمت رو میبره و همیشه و در تمام مقایسه تیک سبز رو ما برای کشور ایتالیا میزنیم. فاکتور بعدیمون میشه کیفیت دانشگاه ها، که خیلی سریع از این موضوع میگذریم و تیک سبز رو به آمریکا میدیم. فاکتور بعدیمون میشه شانس گرفتن پذیرش از دانشگاه هاست، که خب دانشگاه های آمریکا به خاطر رنکینگ بالاتری که دارن خب سخت‌تر به شما پذیرش میدن و قطعا این میتونه که از دلایل بزرگی باشه که ما ایرانیان کشور ایتالیا رو به عنوان مقصد تحصیلی خودمون انتخاب میکنیم. شانس گرفتن ویزا از کشور ایتالیا بیشتره یا کشور آمریکا؟ خب قطعا کشور ایتالیا کشور راحت تریه، ما تقریبا ریجکتی نداریم برای ویزای تحصیلی در سفارت ایتالیا، ولی خب خیلی ها هستن که میرن از بهترین دانشگاه های آمریکا حتی پذیرش میگیرن ولی ویزاشون رد میشه. و تیک سبز رو اینجا برای ایتالیا میزنیم که میریم سراغ بعد. اجازه کار بعد از اقامت یکی از ویژگی های خیلی مهمه که باید مد نظر قرار بدین. هر دو تا کشور خدا رو شکر بعد از اینکه فارغ التحصیل شدیم به شما اجازه اقامت و اجازه کار رو میدن و تیک سبز رو برای هر دو تا کشور میزنن. اجازه کار در حین تحصیل یک ویژگی خیلی مهمیه که خیلی از دانشجویان برای تأمین هزینه های زندگیشون نیاز دارن که این کار رو انجام بدن. کشور ایتالیا به تمام دانشجوهای خودش اجازه کار در حین تحصیل رو میده، ولی کشور آمریکا به این صورت نیست. شما باید ویزای F1 تحصیلی آمریکا رو بگیرین، تازه بعد از اینکه این ویزا رو گرفتین شما میتونین در داخل دانشگاه خودتون به صورت پارت تایم فعالیت داشته باشین و اجازه کار در مشاغل دیگر رو خارج از دانشگاه ندارین، مگر اینکه اون شغل مرتبط با تحصیل شما بخواد باشه. مثلا شما دارین حسابداری میخونین، شما نمیتونین بریم توی رستوران کار کنین با ویزای F1 آمریکا، باید یه کار مرتبط با حسابداری خارج از دانشگاه انجام بدین یا اینکه در محوطه و خود دانشگاه بتونین یه کار دانشگاهی داشته باشین. پس تیک سبز رو برای ایتالیا میزنین. فاکتور دهممون میشه فرصت کاری. خب دیگه آمریکا دیگه بیشترین فرصت کاری رو برای مردمان خودش فراهم میکنه. تیک سبز رو بسیار پرقدرت برای آمریکا میزنیم، هیچ حرف و حدیثی هم نداریم، میریم سراغ پایه حقوق. پایه حقوق توی آمریکا خیلی بالاتر از ایتالیاه، به تبع اون هزینه های زندگی هم خیلی در آمریکا بیشتره، ولی چون طبق روال همیشه باید یک کشور به عنوان کشور برنده در مقایسه انتخاب کنیم، کشور آمریکا رو به عنوان کشور برنده در این قسمت از مقایسمون انتخاب میکنیم، تیک سبز رو براش میزنیم، میریم سراغ فاکتور بعدی.
ویزای همراه در بدو ورود دانشجو. کشور ایتالیا متاسفانه ویزای همراه در بدو ورود نداره، ولی کشور آمریکا داره. ولی خب یه دونه تبصره هم اینجا داریم که باید بهتون بگم. کشور آمریکا ویزای همراه میده، ولی همراه اجازه کار نداره متاسفانه. یعنی باید بیاد عجیب بخوره یا اینکه کار سیاه انجام بده. ولی باز بالاخره ویژگی به حساب میاد که همراه میتونه با دانشجو وارد خاک آمریکا بشه. تیک سبز رو برای آمریکا میزنیم. فاکتور 13ممون آب و هوا. خب آمریکا کشوری که خیلی وسعتش زیاده و هم جاهای سردسیری داره و هم جاهای گرمسیری. بخوایم میانگین بگیریم، آب و هوای قابل قبولی داره کشور آمریکا. ولی کشور ایتالیا همه جاش عالیه. همه جاش فوق‌العاده است، آب و هوای مطلوب داره. خب بین آمریکا و ایتالیا، کشور ایتالیا آب و هوای در مجموع بهتری به نسبت آمریکا داره. پس تیک سبز رو برای ایتالیا میزنیم. فاکتور 14ممون که همون فاکتور آخرمونه میشه لذت زندگی. من هر چقدر فکر کردم با خودم که الان جا رفتم، نتونستم یک کشور رو به عنوان کشور برتر انتخاب کنم. هر دوتا کشور در فاکتور لذت زندگی واقعا جز بهترین کشورها در دنیا به حساب میان. از این ور ایتالیا خیلی خوب جاهای توریستی زیادی داره. اراده هم کنین میتونین بریم فرانسه، آلمان، سوئیس، کشورهای همسایه اتریش، اسپانیا، هر جا دوست دارین میتونین برین با یه بلیت خیلی ارزون قیمت هواپیما. ولی خب از اون ور آمریکا، شما فقط آمریکا رو دارین. خب کسی کانادا واسه تفریح نمیره. همه داخل آمریکا دارن لذت میبرن از زندگی. و همون یک کشوره، ولی خب باز هم آمریکا آمریکاست و تمام جذابیت‌های دنیا توی آمریکا خلاصه شده. من نمیتونم کشوری به عنوان کشور برتر انتخاب کنم. تیک سبز رو برای هر تا کشور میزنم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین، به اطلاعاتتون اضافه شده باشه. اگه بین آمریکا و ایتالیا خواستین به یک کشوری مهاجرت داشته باشین در زمینه تحصیلی، یه خورده تونسته باشین به شما کمک کرده باشین. لطف کنین ویدیو رو لایک کنین، کانال رو ساب کنین، زنگوله رو بزنین، واسه دوستاتون بفرستین، یه دونه کامنت برامون بذارین که باعث دلگرمی ما میشه. تا یه ویدیو دیگه، تا یه مقایسه دیگه، یه آموزش دیگه، خداحافظ.